درود و صد درود به نام خدای رنگین کمان و به یاد جاوید نامان راه آزادی. اهورست امروز چهارشنبه 28 مارس در خدمتتون هستیم با بروزرسانی وضعیت بازارهای مالی. یه نگاهی بخوایم بکنیم به بازارهای مالی این روزها، همونطور که اول هفته هم عرض کردم خدمتتون، هفته زیاد شلوغی نیستش، یعنی داده اقتصادی که داریم داده زیاد شلوغ کننده ای نیستش، تعدادش خیلی کمه. به حالا روز جمعه دوباره دادهای مهمی خواهیم داشت، ولی به خصوص مثلا امروز چهارشنبه دادهای چندانی نداریم. اما دیروز تمرکز روی مسئله بانکی هم بوده، یعنی برای اینکه دادهای اقتصادی نداریم یه بخشی از تمرکزمون روز رو بحث مشکلات بانکیه. مشکلات بانکی و اون نگرانی ها از سقوط های بانکی به نظر کاهش پیدا کرده و خیلی ها نسبت به اینکه خب یه مشکل دیگه در بحران بانکی دیگری خواهیم داشت، ظاهرا این بحران کاهش پیدا کرده و کاهش نگرانی از بحران های بانکی باعث شده که سرمایه گذارا دوباره به بازارهای سهام برگردن، به بازارهای پر ریسک تر برگردن و این باعث رشد بازارهای سهام شد، به خصوص در آسیا و شاخص هنگ کنگ. از اون طرف ما این سری دادهای اقتصادی داریم که به خصوص مثلا دیروز دادهای شاخص تورم یا شاخص قیمت مسکن رو داشتیم که خب شاخص قیمت مسکن مقدار کاهش پیدا کرد، نشون دهنده یه مقدار بازگشت در واقع درخواست ها و بازگشت جنب جوش بهتری نسبت در بازارهای مسکن خواهد بود در روزهای آینده، و این در حالیه که شاخص اعتماد مصرف کننده در ایالات متحده که مؤسسه سی بی منتشر میکنن رشد خیلی خوبی داشت و از 101 به 104 و 0.2 رشد کرد دیروز. اینا رو بذاریم کنار هم دیگه میتونیم که خب داده اقتصادی نشون میدن که شاخص اعتماد مصرف کننده خوبه، یعنی در همین ماه مارس که بازارها خیلی نگران بحران بانکی بودن، ظاهرا این بحران بانکی روی شاخص اعتماد مصرف کننده تاثیر خاصی نذاشته و رشد اعتماد مصرف کننده رو ما در این ماه گذشته داشتیم و این خب خبر خوبی برای بازارهاست. ما اینا رو که وقتی داده رو میذاریم کنار هم دیگه میبینیم که خب همچنان وقتی اینم باید در نظر بگیریم که تورم همچنان بالاست، با اینکه کاهش‌های در واقع حالا کاهش شاخص قیمت مسکن رو داشتیم ولی تورم همچنان بالاست، تورم عمومی. بنابراین این شاید هم از اون نگرانی بحران بانکی خارج شده. بنابراین به این نتیجه میرسیم که احتمالاً فدرال رزرو همون افزایش 25 واحدی حداقل 25 واحدی نرخ بهره رو در جلسه آینده خواهد داشت و بازار داره روی این قیمت گذاری میکنه و برمیگرده روی این مسئله. این باعث شد که سود اوراق قرضه افزایش پیدا بکنه، یعنی سود اوراق قرضه دو ساله که اومده بود تا 3.95 هم اومده بود پایین تر، سود اوراق قرضه دو ساله دوباره رفت بالا شد 4.05% 0.6%، سود اوراق قرضه 10 ساله هم دوباره افزایش پیدا کرد. این افزایش سود اوراق قرضه حالا هم دو ساله هم پنج ساله، یعنی در واقع حمایت از این که از این ایده که فدرال رزرو دوباره افزایش نرخ بهره خواهد داشت، باعث شد که خب با توجه به دادهایی که داشتیم و دلار داشت ضعیف میشد، دوباره دلار برگشت و یه مقدار از ضعفایی که داشت رو جبران کرد و چشم اندازها رو همچنان برای خودش مثبت نگه داشت، چون احتمال افزایش نرخ بهره در ایالات متحده هستش و افزایش سود اوراق قرضه. خب پس این مسئله باعث شد که قیمت طلا دوباره یه مقدار تحت فشار قرار بگیره، ولی با توجه به شرایطی که ما داریم فکر نمی‌کنم قیمت طلا بخواد کاهش شدیدی داشته باشه و به صورت عمومی همچنان دوم روند سودی نرم خودش رو حفظ خواهد کرد. از طرف دیگه رشد بازارهای سهام داشتیم، کاهش ذخایر نفتی ایالات متحده داشتیم. دیشب داده‌های امریکن پترولیوم اینستیتوت منتشر شد، API نشون دهنده این بود که ذخایر نفتی در ایالات متحده بیش از 6 میلیون بشکه در هفته گذشته کاهش پیدا کرده. ذخایر استراتژیک نفتی ایالات متحده هم می‌دونیم که پایینه. اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه متوجه میشیم که میزان ذخایر نفتی در ایالات متحده چون داره کاهش پیدا می‌کنه، اینها حمایت می‌کنه از افزایش قیمت نفت، به خصوص در حالی که بازار سهام هم برگشتن به حالت مثبت، به خصوص در حالی که ما میدونیم مشکلات کردستان هنوز حل نشده. این داده ها کنار هم دیگه نشون دهنده این هستش که ما نسبت چشم اندازمون نسبت به دلار باید همچنان یه چشم انداز تقریبا مثبت باشه، نسبت به طلا نرم سودی باشه، نسبت به نفت وضعیت تقریبا وضعیت چشم انداز تقریبا مثبت تو همین محدودای مقدار بالاتر. نفت احتمالاً بین همین قیمت 70 تا 80 دلار روند رفت و برگشت خودش رو حفظ خواهد کرد. اما از اون طرف ما میبینیم که قیمت گاز شدیداً کاهش پیدا کرده، تو دلار 11 سنت شده، تو بعضی جاها حتی تا یک زیر 2 دلار هم کاهش پیدا کرده. اینا رو که بذاریم کنار هم می‌بینیم که خب وقتی که شرایط در واقع به این صورت و افزایش قیمت نفت رو داریم، گاز احتمالاً مدت‌هاست تو این محدودها داره حرکت می‌کنه. گاز در حالی کف‌سازی، حالا من برای دوستانی که می‌خوان خرده درازمدت‌تر کار کنم فکر می‌کنم گاز در کنار نقره بتونه الان سرمایه‌گذاری مناسبی باشه برای میان مدت و درازمدت‌تر. این در مورد گاز و نفت و
طلا، در مورد بیت کوین، در مورد روند رمز ارزها. رمز ارزها در هفته های گذشته از این بحران بانکی استفاده، در دو هفته گذشته از این بحران بانکی استفاده خوبی کردن و افزایش پیدا کردن. این روندی که ما که خب بحران بانکی ایجاد میشه، مردم اعتمادشون نسبت به سیستم های بانکی کمتر میشه، این باعث شد که پول بیشتری وارد رمز ارزها بشه و در واقع این جنب و جوش ها در رمز ارزها بیشتر بشه، باعث افزایش قیمت رمز ارزها شد. اما همونطور که میدونیم مشکلات قانون گذاری رمز ارزها هنوز حل نشده و هر روز یه مشکل برمیخوره. میدونیم که CFTC مثلا دو سه روز قبل از بایننس شکایت کرده بود. اینها به نظر من همچنان فضای شک و تردید رو در بحث رمزارزها باقی میذاره، یعنی از نظر فاندامنتال وقتی دادار نگاه میکنیم، به خصوص با توجه به این که خب حالا بحران بانکی هم که به نظر جدی میرسید فعلا فروکش کرده، اینها باعث میشه که یه مقدار اون در اون چشم انداز اون نگاهی که نسبت به رمزارزها در هفته در یک دو هفته گذشته ایجاد شده بود یه مقدار کاهش پیدا بکنه، به خصوص با مشکلات رگولاتوری. این از نظر فاندامنتال. ولی از نظر تکنیکال اگه در مورد بیت کوین میپرسید، بیت کوین بالای 25000 دلار، 26000 دلار و یه روند تقریبا صعودی داره و اگه زیر 25000 دلار دوباره بشکنه قطعا میتونه وارد یه روند نزولی خیلی طولانی، در واقع این در خطی و یه مقدار نزولی طولانی تری بشه. ولی فعلا چیزی که ما میتونیم ببینیم الان این هستش که ما همچنان دلیل روشنی برای این که بگیم که خب با توجه به این دلایل ما میتونیم چشم انداز مثبتی برای بازار رمزارزها ببینیم، من شخصا همچنان این دلایل رو نمیبینم. یعنی هنوز همچنان دلایل زیادی برای روند صعودی مثبت، بگیم رالی صعودی شروع شده، من همچنان اینو نمیبینم. فکر میکنم میتونیم فعلا روی یک روند حالا خونسا با یک شک و تردید بیشتری همراه باشیم تا ببینیم که بازارها چی میگن. به صورت کلی بازارهای مالی الان توی یک بحران، در واقع بحران که نه، توی یک دودلی هستن در مورد این که خب الان دقیقا نمیدونن که آیا ما باید به این فکر باشیم که این بحران بانکی کاملا حل شده یا هنوز بحران بانکی پابرجاست. ضمن این که ما الان داریم نزدیک میشیم به گزارش‌های فصل گزارش‌های درآمدی. یادمون باشه که امروز ما در روزهای آخر سه ماهه اول هستیم، یعنی از یکی دو هفته آینده ما کم کم وضعیت اون در واقع فصل گزارش‌های درآمدیمون شروع میشه. شروع شدن فصل گزارش‌های درآمدی میتونه یه در واقع یک سری اطلاعات بیشتر در مورد اقتصاد آمریکا، در مورد شرکت‌هایی که در بازار کار میکنن، در مورد اونها میتونه به ما بده. خب این وضعیت یه مقدار باعث میشه که ما میخوایم دو دلتر باشیم، یه خود مشکوکتر باشیم به شرایط و سعی کنیم که بیشتر حفظ کنیم این شرایط رو تا ببینیم که در واقع این گزارش‌های درآمدی چه اطلاعاتی به ما از وضعیت بازارهای سهام و وضعیت اقتصادها خواهند گفت. چون تو گزارش‌های درآمدی فقط بحث اون گزارش درآمدی نیستش، چشم اندازشون هست، میزان استخدامیایی که داشتن، اخراجیایی که داشتن، چه یک گزارش کامل شرکت های ارائه میدن و بخصوص برای شرکت های بزرگ. مثلا ما ببینیم که خب در سه ماهه گذشته مثلا میگم خبری که دو روز قبل منتشر شد در مورد فیسبوک که میخواد پاداش ها رو تعدیل کنه، در مورد ارزیابی کارمندها برای ارائه پاداش ها و حقوق یه سیستم جدیدتری بذاره، به روز رسانی کنه. اینها رو وقتی ما داشتیم که خب فیسبوک هولش 3% قیمت سهامش کاهش پیدا کرد، هولش 3% قیمت سهامش کاهش پیدا کرد، باعث شد که رو نزدک فشار بیاد. برای همینه که میگم گزارش‌های درآمدی هم کم کم داریم چون وارد فصلش میشیم، برای همین گزارش‌های درآمدی هم مثبتن و چون این عمومیت وضعیت بازارهای مالی به این صورته، احتمال اینکه ما در دو سه هفته آینده یه مقدار تو همین محدوده ها باشیم، هم تو بازارهای سهام هم تو بازار رمزارزها تو همین محدوده ها باشیم و حتی شاید یه مقدار در واقع فشار رو تحمل کنیم که بدونیم که وضعیت چیه، یعنی هم یه مقدار زمان بدیم برای اینکه ببینیم که خب این بحران بانکی بالاخره رفع شد اون چیزی که یه مقدار داریم در موردش فکر میکنیم، یا همچنان باید نگرانش باشیم از یک طرف، از طرف دیگه هم این وضعیت همونطور که عرض کردم گزارش درآمدی در واقع چشمانداز که نه، یک دید روشنتری از بازارهای ایالات متحده به ما بده، از اقتصاد ایالات متحده به ما بده، ببینیم که وضعیت اونجا چطور خواهد شد. به صورت کلی اینطوری. حالا امروز دوباره همون سخنرانی خیلی مهم خواهد بود، مثل دیروز که کلی سخنرانی داشتیم، امروز سخنرانی زیادی داریم. ضمن اینکه امروز گزارش EIA رو هم سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده هم در مورد ذخایر نفتی بخش رسمی خواهیم داشت. اگه این در واقع این هم کاهش پیدا کنه، کاهش رو تایید بکنه، در اون صورت ما باید شاهد در واقع افزایش بیشتر قیمت نفت باشیم، یه مقدار نشدید. اما امروز فروش مسکن رو هم، داده فروش مسکن رو هم از ایالات متحده خواهیم داشت، ولی در کل روز چندان شلوغی نیست. شده من تقویم رو اگر نگاهی بکنم ببینم،
امروز هم مثل روز گذشته روز چندان شلوغی نخواهد بود. تقویم من کجاست؟ اینجاست. سخنان رئیس بانک مرکزی امریکا رو داریم، میگم رئیس بانک مرکزی آلمان رو داریم امروز در ساعت اروپایی. صورت جلسه قبل بانک مرکزی بریتانیا منتشر میشه که مهم خواهد بود. دیگه فروش خونه های در واقع ساخته شده داریم که از قبل هست در حال فروش، یعنی فروش خانه‌ای که پندینگ، یعنی از قبل برای فروش ارائه شده بود، و ذخایر نفتی امریکا رو داریم که اینها داده‌های مهمی هستن که باید بهشون توجه بکنیم. البته حراج اوراق قرضه 7 ساله ایالات متحده هم خواهیم داشت که در مورد صدور اوراق قرضه باید به ما خورده اطلاعات بیشتری بدن. در مورد طلا پرسیدی، در مورد طلا توضیح دادم، یه مقدار حالا لایو و ویدیو ضبط شده‌اش نگاه کنید، بزنید عقب‌تر در مورد طلا صحبت کردیم. خیلی خب بچه‌ها اگه سوالی دارید بفرمایید، اگر نه بچه‌ها که کلاب هاوس هستید اون بالا یه لینک گذاشتم برای وبینار رنکو، چارت رنکو، نمیدونم در مورد چارت رنکو چقدر اطلاعات دارید یا نه بچه‌ها. در مورد چارت رنکو، چارت‌های معمولا به صورت چارت‌ها تو فارکس اینطوریه که ترکیبی از زمان و قیمت رو به ما نشون میده، یعنی قیمت رو در یک بازی زمانی به ما نشون میده تغییرات قیمت رو. اما چارت رنکو زمان رو از بازی خارج کرده و در مورد تغییرات قیمت صحبت میکنه و این باعث میشه که یه سری نویز ها از بازار بره بیرون. خیلی ها این چارت رنکو رو برای معاملات انتخاب میکنن، خیلی حتی چارت رنکو برای اسکالپینگ استفاده میکنن. حالا اینا رو باید میگم باید به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر و ریستر توی روز وبینار روز جمعه در موردش صحبت میکنیم و در موردش براتون بیشتر توضیح میدم. وبینار روز جمعه ساعت 11 صبح، شرکت کردنش هم رایگان، لینکش در کلاب هاوس بالا پین شده، در اینستاگرام هم استوری میکنم، در بالا روی لینک بایو هم، البته اگر برید تو لینک بایو هم قطعا اونجا وبینارها، لینک وبینارها هستش، میتونید ثبت نام کنید و در وبینارها به صورت کاملا رایگان شرکت کنید، استفاده کنید. خیلی خب، زارن سوالی ندارید، تا فردا که دوباره فرصتی باشه و در خدمتتون باشیم. خدا یارو نگهدارتون و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید با معاملات پرسود. یحق.